آشیانه اندیشه ها، ارزیابی برخی از رویدادهای ایران و جهان، تهیه و اجرا عرض علوی، ارمغانی از رادیو مانی. با درود به بینندگان گرامی، در روزهای آخر زمستان هستیم و آمدن بهار همیشه نوید نوروز را به ما میدهد. نوروز که توأم با شادی هست و روزهایی هستش که ایرانیان فرصت دارند گرد همایی بکنند و ستایش کنند شادی را و نکوهش کنند سوگواری را. اما جمهوری اسلامی از نخستین روز پیدایش خودش در مقابل شادی نوروزانه مردم ایران ایستادگی کرده و قبل از اون، پیش از اون، تئوریسین های جمهوری اسلامی مثل آیت الله مطهری در تقابل با روزهای شادمانی نوروز مقاومت میکردن و تئوری خودشون رو میبافتن. استمرار سیاست فرهنگی کشور، فرهنگی که با انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی در ایران با عنوان فرهنگ رسمی ثبت شد، در تلاش این هست که نوروز رو به روزی تبدیل کنه که این حق طبیعی مردم رو که شاد بودن هست و دور هم بودن هست از اونا بگیره. از دیدگاه مورخان، انقلاب ایران نکات نگفته فراوانی داره، اما تدوین سیاست سوگواری و نقش حیاتیش در انگیزش اعتراضات انقلابی از جمله این نکته ها نیست و کمتر بهش توجه میشه. عزاداری هایی که در ماه محرم، تظاهرات روز عاشورا و اربعین های متوالی که بیاد کشته شدگان در درگیری های خیابانی بود، یکی از عوامل اصلی در استمرار اعتراضات سراسری به رژیم شاه بود و همچنین زمین سازی بود برای سقوط سلطنت. سیاست سوگواری اصلی ترین شگرد رهبران دینی در دوره انقلاب بود. با این حال، اون چی که عموماً به دید تحلیلگران نیومده، ابقای چنین سیاستی بود، استمرار چنین روشی بود که در سالهای پس از پیروزی به صراحت انقلاب 57 نشانگر این هستش که چگونه سنت سوگواری بیاری صنعت سوگسازی، یعنی چی؟ یعنی اون سنتی که پای ریزی شده بود، فرهنگ جمهوری اسلامی اومد صنعتی رو درست کرد به نام صنعت سوگسازی. بنابراین این سنت سوگواری و صنعت سوگسازی با عنوان یک راهکار سنتی به یک راهبرد و شیوه روزآمد و روزانه ارتقا یافت و تبدیل شد به گرانیگاه و برآیند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی. در واقع پرسش این هستش که ما وقتی نگاه میکنیم به مسئله دیرینه شناسی سوگواری در سنت اسلامی، اغلب به یک سری ریشه های متفاوت از شاخه های مختلف راه پیدا میکنیم. یه سری افراد هستن مثل سید حسین نصر به عنوان اسلام شناسان که میان و تمایز میذارن بین اسلام سوگ، اسلام حزن، اسلام غم از یک سو و اسلام فرح یا اسلام شادی از سوی دیگه.
و اینو تبدیلش میکنن به عقاید شیعه و سنی. سید حسین نصر تحلیل میده که ایرانیان شیعه رو متمایل به اسلام غم و اعراب سنی رو هوادار اسلام شاد میدونه. این دستبندی دلایل خودشو به شکل موجه در آداب و شعایر پرشماری مثل تعزیه گردانی ها، ذکر مصیبت ها، نوخانی ها، سینه زنی ها به عنوان این که روحانیان نقش اولو در سوگسازان سنتی در اسلام شیعی بازی کردن مطرح میکنه. یه مستند دیگه وجود داره که انبوه ایام عزاداری و برتری کمی و کیفیشون بر اعیاد مذهبی در اسلام شیعی رو تحلیل میده که به خاطر این هستش که در واقع از لحاظ تاریخی به دلایل اینکه در اسلام شیعی ایام عزاداری فراوانه، به این دلیل هستش که روح و فرهنگ ایرانیان شیعی در دوره‌های از حیاتشان از فرهناکی همیشه گریزان بودند و بخصوص در دوره‌های پس از صفویه متمایل به حزن و غم و درد شدند. در واقع باید اینو گفتش که فرهنگی که با انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی در ایران به عنوان فرهنگ رسمی ثبت شد، یک راه ساده استناد قاطع به غلبه سکولاریسم در فرهنگ عمومی ایران در گذشته و استیلای دین سالاری در فرهنگ رسمی در ایران معاصر کنونی هستش. در این موجه جلوه دادن این نکته را ندیده میگیره که آن در واقع شاکله مذهبی که در گذشته از سیاست ایران جدا بوده، سوای شاکله است که در حال حاضر و از هر نظر بر سیاست ایران چیره داره. به بیان دیگه، به فرض نشستن دین سالاران به جای شاهان دین پنا، شاهانی که دین پنا بودن در گذشته مثل مشخصاً صفویه و قاجاریه، نتیجه شباهت چندانی با شرایط موجود ما نداشته و دقیقا به این دلیل هستش که فرهنگ دینی ایرانیان در گذشته شباهت چندانی با فرهنگ دینی ایرانیان معاصر نداشته. در تبارشناسی اسلام سیاسی و توجه به روند قدرت یابیش از طریق ساختارهای فرهنگی، باید این گفتش که تبدیل شاکله مذهبی از تشیع معتدل یا تشیع مسالمت‌جو به تشیع تلخ، به تشیع تندرو، یه تحول تاریخی هستش که با تقویت جنبه‌های محزون و سوگوارانه دین و تضعیف جنبه‌های فرح بخش فرهنگی عاقبت به تقلیل دین به یک ایدئولوژی سیاسی منجر شد. تزریق و درونی سازی ایدئولوژی اصلی ترین عملکرد صنعت سوگسازی بود. سوگصدایی و شادی ستیزی به عنوان یک روایت ایدئولوژیک از اسلام سیاسی به دلایل دین شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی بسیاری از جمله تاریخ تشیع به عنوان آیین اقلیت در میان امت اسلامی، عاملیت روحانیون شیعه به عنوان سوگسازان سنتی، قابلیت مویه و معتم برای انگیزش احساسات انتقامی، انتقامگیری،
برای احساسات آشوبنده و انقلابی میتونیم اینا رو به عنوان دلایل اصلی استناد بکنیم. در ایدئولوژی انقلابی جمهوری اسلامی شادمانی و خوشباشی عمدتاً مترادف با طاغوت و فساد تمدن غربی و این در واقع دشمنی هستش که روحانیون با یک دشمن واهی دارن و به این سبب هستش که در مقابل شادی ایستادگی میکنن. دستگاه ایدئولوژی که به اندو آفرینی به تولید و باز تولید مستمر مرگ و در نتیجه گردش اسباب و آیین‌های سوگواری در سطح کلان محتاج بوده، احتیاجش از قضایا به گونه‌ای هستش که سیل حوادث غمبار و مصیبت‌های بیشمار بیارش می‌رسه. ولی چرا؟ چرا روح و فرهنگ ایرانیان شیعه در دوره‌های از حیاتشان به فرحناکی عادت داشته و در دوره مثل دوران معاصر متمایل به حزن آلودگی و غم بارگی هستش؟ در سرکوب اعتراضات و کشتار مخالفین در گذشته شک نیست. در این حال در مقایسه با انقلاب‌های دیگه، انقلاب ایران با هزینه‌های انسانی کمتری به نتیجه رسید. یعنی وقتی ما انقلاب ایران رو مقایسه می‌کنیم با انقلاب اکتبر فرانسه یا انقلاباتی که در کره انجام شد، نیم کره و کره شمالی کره جنوبی، در ویتنام، در کوبا، در آمریکای لاتین انجام شد، می‌بینیم که انقلاب ایران هزینه انسانی بسیار کمی داد. این کمتری اما خللی در سیاست سوگواری ایجاد نکرد. به عکس با اتحاد آلمانی و عملی که چپ مارکسیستی و چپ اسلامی یعنی چپ مذهبی انجام دادند، شهید پروری و پاستاش شهادت به عنوان رکن سنت سوگواری و رمز پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت فراوانی یافت. با پیروزی انقلاب و استیلای بخش‌های مختلف آخوندها و روحانیت، صنعت سوگسازی به رواج سوگصدایی در فرهنگ رسمی رو آورد. سروده‌های انقلابی به عنوان اولین فراورده‌های این صنعت انعکاس این سیاست در عرصه فرهنگ عمومی بودش. افزون بر این، با چیرگی هویت مذهبی اسلامی بر هویت ملی ایرانی، شادی ستیزی به شکل گسترده در دستور کار ایدئولوژی غالب قرار گرفت. اولین کاری که انجام شد تلاش برای حذف عید نوروز بود و دومی که بی اثر کردن جشن‌های ملی بود، مثل مهرگان، مثل سپندار مزگان. دومی که ممانعت کردن از گوش دادن به ترانه ها و تماشای فیلم های پیش از انقلاب. ممنوعیت کردن استفاده از لباس های رنگ های شاد، از کروات، پیرهن های نیم آستین برای مردان و مبارزه کردن با بی‌حجابی و بدتر شل‌حجابی، بدحجابی یا این واژه های نامفهومی که جمهوری اسلامی در میاره. قدغن کردن استفاده از رنگ های روشن و شاد در لباس های دانش آموزان. اینا اثراتی بود از شادی ستیزی، اثراتی بود از سو صدایی.
جنگ که آغاز شد، جنگ ایران و عراق، و یک سری جبهه های توهمی مالی خولیایی به نام جبهه های نبرد حق علیه باطل آغاز شد، صنعت سوگسازی به تولید انبوه رسید. دپارتمان ها و سازمان های مختلف در امر این صنعت تلاش میکردند. انبوه مصیبت در ابعادی بر مردم ایران آوار شد که دیگه نیازی به اقراق آمدانه در آمار شهدای انقلاب نبودش. سوگواری در سندماد جنگ و سیل شهیدان راه دفاع مقدس به اصطلاح این آقایان عملا به تشدید عزاداری های دینی و تقویت سوگصدایی و شادی ستیزی در فضای عمومی انجامید. راهبردی بودش که به میانجی سازمان های عقیدتی ابلاغ شد و تبلیغ شد و از سوی کمیته ها به اجرا در می اومد. ژرف و دامنه این داستان فقط در فضای مدرسه ها دیده نمی شد. از اونجا آغاز شد ولی فقط در اونجا نبود. در مدارس که بنا به قاعده دورترین حوزه از جبهه‌های جنگ بود و درک عوارض این معارضه و فهم ایدئولوژی انقلابی آخرین وظیفه یا قابلیت ساکنانش به شما می‌رفت. به هر حال بعدها با استقرار دولت اصلاحات و مشی نسبتاً میانه روانه‌تر، زمینه برای گریز بیشتر از فرهنگ سوگسازی رسمی آماده شد و اشکال تازه‌ای ولی جعلی قلابی از شادمانی، تفریح و طرب در جامعه به ویژه در میان جوانان شکل گرفت. بر صورت تفریح و طرب انگیزی عرفی در بسیاری از ممالک اسلامی مثل لبنان، مثل ترکیه، مصر منع شرعی و قانونی نداره و در ردیف جرائم تعریف نشده. وضعیت استثنایی ایران که برآمده از روایتی ایدئولوژیک از اسلام سوگوار هستش که مانندش در جهان معاصر وجود نداره و در اسلامی ترین ممالک دنیا هم عرف و عادات از قبیل دیدبوسی و دست دادن با جنس مخالف اسباب شرم شریعت و موجب پیگرد قضایی نیست، تنها راه تغییر این رویه تواناسازی جامعه مدنی در برابر دولت، التزام دستگاه سیاسی به پذیرش فرهنگ عرفی ایرانیان و تمایلش به اسلامی که به اصطلاح به قول دی از اینا آشتی جو هست. وگرنه مادامی که شادمانی عرفی به عنوان یک امر طاغوتی، یک امر غیر اسلامی و به عنوان یک فرهنگ مزمحل غربی به اصطلاح به شمار بره، سوگسازی و شادیسازی جزء جدایی ناپذیر ایدئولوژی انقلابی و سیاست فرهنگی اون خواهد ماند. ما ایرانیان بدور از فرهنگ که جمهوری اسلامی تلاش میکنه بر جامعه ایران غالب بکنه، در روزهای آینده نوروز را جشن میگیریم و وحدت و نزدیکی به صمیمیت و رفاقت ایرانیان و شادی میکنیم، پایکوبی میکنیم و بدین وسیله شادی را ستایش میکنیم و غم و سوگواری را نکوهش میکنیم به امید کامیابی و پیروزی.